قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، پروردگار عظیم ما شما را مخلوقی آفریده که هم بعد مادی داریم که همان جسم ماست و این وجود ما و جسم مادی ما طبیعتاً به خواسته های مادی نیاز دارد، کشمکش نفس، هوا، هوس، جاه، مقام، این کلش در وجود ما است و هیچ کس نمیتونه منکری از او شود. در پهلوی از او یک بعد ملکی و روحانی داریم که دوست داریم صفات خوب داشته باشیم: امانتکار، صادق، عفیف، ایثارگر، الاخره. این صفات را هم دوست داریم و وجود از این صفات در حقیقت جایگاه ما را نزد خدا و نزد مخلوق تثبیت می کند. آفرینش ما اما طور است، هم بعد ملکی داریم هم بعد نفسانی و خواسته های شخصی خود. انگامی که پروردگار ما برای ملائکه فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتند که پروردگارا، ما مخلوقی هستیم که تو را به پاکی یاد میکنیم و نقدس لک، تقدیس تو را هم بیان میکنیم. انسان هم عجیب مخلوقی است، قتل میکند، کشتار میکند، تخریب میکند. رمز آفرینش از اینها چی است؟ چرا چون این مخلوق را پیدا میکنی؟ رب ما یک جمله سربسته عظیمی را برش داد که اینی اعلم و ما لا تعلمون، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. خب من میدانم آنچه که شما نمیدانید چی مفهوم را میدهد؟ این را میرساند که ما خالق و مالک هستم، دارای صفات عظیم و بزرگ. او صفات تبلور پیدا نمی کند مگر در آفرینش یک مخلوقی که انباد ملکی داشته باشد، انباد نفسانی و شخصی داشته باشد، هم جنبه مادی داشته باشد هم جنبه معنوی داشته باشد. بعد این مخلوق مختار باشد، آزاد باشد و در آزادی خودش عقیده خود انتخاب کند، روش زندگی خود انتخاب کند، قدمهای خود را حساب به حساب بردارد. بعد اگر غلط می شود، یک روز غلطی خود را باز می فهمد. وقتی که غلطی خود را فهمید، بخشش می خواهد. بخشش که خواست، باز ما او را می بخشم. پس یکی از صفات او تعالی غفور است، غفار است.
گناهکار را میبخشد. پس یک گناهکار که خودش گناه باید اختیار کرده باشد، از این خاطر مورد بخشش ما قرار میگیرد. یک مخلوق ما غلطی میکند، ما او را فرصت میتونم. میبینیم که صفت دیگه الله که حلیم است، بردبار است، او تبارز میکنه، پیش میشود. یکان بار یک انسان بی نهایت غلطی میکند، از فرصت ها استفاده نمیکند، با صفت قهاریت الله متعال او با تبلور پیدا میکند، الله قهر میشود و مورد عذابش قرارش میدهد. یعنی معنایی که انسان عجیب مخلوق است، عظمت انسان در امی است که اختیار و اراده دارد، خودش انتخاب میکند و به حسب انتخاب خودش پاداش میگیرد، یا خوب و یا بد. برای از این که یک طرف اراده را باید داشته باشیم، از طرف دیگر یک امانت بسیار بزرگ بر شانه ما شما گذاشته شده است که او شناخت و معرفت است. باید بشناسیم تا انتخاب کنیم. باید بشناسیم. کسی که چیزی را نشناسد میتونه انتخاب کند؟ همین در کتاب ها ما شما میخوانیم که طلب مجهول میگه باطل است. یک چیزی را که نشناسی طلبش نمی کنی. اول باید بشناسی باز بخوایی. بنان انسان انتخاب وقتی کرده میتواند که او شناخت داشته باشد. خب وسیله شناخت چی است؟ پروردگار برای ما شما دو عطا را داد تا اراده ما تمثیل شود، انتخاب ما بجا باشد. یک طرف عقل داد. حالا قضیه عقل که از عقال گرفته شده به معنای پابند است، و وقتی که پابند شد یک حیوان را بسته کنی و او طرف رشقه و چیزای دیگه داشته، میخوای که او را بگیرد، ولی این ریسپان نمیمانشه که به او طرف برود. عقل بزرگترین ودیعه الهی است که برای گزینش و انتخاب رب ما به ما انتخاب کرده است. این را به دیگه حیوانات نداده است. شعور برش داده و عقل نداده. عقل ملکه است که الله متعال برای انسان ارزانی کرده است. حالا چقدر سر موضوع عقل بچرخیم، هیچ نعمتی به عقل نمی رسد. می شود چشم نداشته باشی گزاره می کنی، گوش نداشته باشی گزاره کده می تونی، دست و پایت نباشه گزاره می شود. ولی اگر عقل از دست بتی، بعد خودت هم در مشکل هستی، دیگران در مشکل است. باز می بینیم که الله متعال بر بالای ما شما رحم می کند. عقل ما محدود است و در جایی که حواس پنجگانه است میتونه که تحلیل کنه، راه را برات نشان بده. ولی انگامی که گپ از حواس ما بیرون شود، باز عقل ما هم دیگه باز قد نمیده. عقل ما خود در روشنایی چشم ما و گوش ما، ذائقه و شامی ما، در لامسه ما، در اینجا بگردش میآید. چشم را یک چیز را باید بده که عقل سرزو بیندیشد، تفکیر کند. ارگاه حواس محدود شد، طبیعی که عقل هم چی می شود؟ محدود می شود. و مسئولیت ما بی نهایت بلند. اون مسئولیت چی شد؟ خدا را بشناسیم، خود را بشناسیم، دنیا و مخلوق را بشناسیم. بعد حسای هر کس را باید بتیم. در زندگی خود، حسی الله را بتیم، حسی خدا ما را بتیم، حسی مخلوق را باید بتیم. میبینیم که پروردگار ما با سر ما شما رحم میکند.
در جایی که عقل کار نمیده باز وحی پیش میشود. وحی را الله نصیب ما میکند. وحی در حقیقت عمو مجالهایی که توسط عقل باز نمیشود او را وحی به ما تو تقدیم میکند. هرگاه وحی با عقل یک جا شود منهج و مسیر زندگی و انتخاب آسان می شود. ارگاه ما در روشنی عقل پیش بریم و شرع را حاکم بر عقل قرار بدیم تا لغزش های نفسانی و شیطانی ما را کنترل بکند، ما در دنیا امن می داشته باشیم، عزت می داشته باشیم، جایگاهی خوبی داشته می باشیم، جنگ و نزاع باز داشته نمی باشیم، یک زندگی بسیار مقبول را پروردگار نصیب ما می کند. گاهی غلبه نفسانی و شیطانی به اندازه بلند می رود که عقل را در خدمت نفس قرار می دهیم و شرع یا وحی چون خواسته های ما را محدود میکنه او را منکر میشیم. عقل را استخدام میکنیم به دست آوردن منافع زودگذر دنیوی ما و نفسانی ما. مادامی که شرع را یا وحی را منکر نشوی تو نمیتونی به جاده شخصیت و یا نفسانیت بروی. مجبور میشه یک تعداد دلائل را پیش میکند، دلائل را پیش میکند تا وحی را منکر شود، وحی را خدشدار بکند، نقد سرش بیارد و تا خود را از شرش نجات بده و نفسش آزاد شود. امین نکته است که انسان انگامی که از وحی عقب رفت بعد از او در گرو نفس و شیطان قرار میگیرد. این اعطا اعطا لنفسه و این منع منع لنفسه، این احب احب لنفسه و این منع منع لنفسه. همه چیز برای خودش است. دوستیش به خاطر شخصی است، دشمنیش هم شخصی است، نفسی است. دوست داشتن کسی هم به خاطر نفسش است و به خاطر خواسته های نفسانیش است. دشمنیش هم به خاطر می است. پس می بینیم که این بدبختی ها و این تفرق و این اختلاف در مابین بشریت از کجا سرچشمه گرفت که یک تعداد منکر وحی شدن و انکار وحی را به خاطر از این نکردن که وحی در تضاد عقل باشد. وحی هیچ وقت در تضاد عقل نیست، هیچ وقت، بلکه عقل تأیید چی را میکند؟ شرع را میکند، تأیید وحی را میکند. علت انکار همانا جهل است، جهل است که این جهل را در دو شاخه تقسیم میکنیم. یکی جهل به معنای نفس و خواسته های نفسانی است، یکی جهل به معنای عدم فهم است. این نکته است. دیروز ما یک مجلس داشتم با یکی از زمی به اصلاح کافرها. چی گونه در افغانستان صلح هم یاد؟ بعد بحث سر حقوق زن شد و ما گفتم که زن همه حقوق دارد که مرد دارد، همه حقوق دارد و اسلام زن را به عنوان مادر میشناسد، مادری که جنت در گروش است، خواهر است، همسر است، دختر است، بسیار زیاد حقوق خدا برش داده. سه حق خدا برش نداده، در شریعت ما برش نیست. نمیتونه رئیس جمهور شود، نمیتونه رئیس جمهور شود، نمیتوند قاضی در باب قصاص و حدود شود و نمیتوند امام شود در مسجد. این عرصه نقطه ایشان که بگیری دشمنی بازن نیست. در هر کدامش
باز حکمت‌های فراوانی است که باید مورد بحث قرار بگیرد. به طور مثال چرا زن نمیتونه در حدود قصاص قاضی شود؟ میگه زن مادر است، مشفق است، مهربان است. ارگاه بحث قطعیت را صادر بکند، قصاص را صادر بکند، حدود را جاری بکند، در طینتش خشونت تقویه می شود و طفل را خوب تربیت نمی کند. او باید اما تا مهربان باشد. در دیگه بخشا قاضی شود. عزیزایم، ما هر کسی که منکر وحی می شود یا منکر شرع می شود، در حقیقت تلاش میکند که با خواسته های نفسی و شیطانیش بیشترتر متمسک باشد. زیرا شرع که از تنها تو را در نظر نگرفته است، کل جامعه را در نظر گرفته است، حتی کافر را در نظر گرفته است، حیوان را در نظر گرفته است. حالا اگر سوال واقع شد که اصل موضوع ما امی است، که اختلاف در بین مسلمان و کافر خوب به خاطر قبول و رد شرع شد، ما که تو کافر شو را جنجال داریم؟ فقط در یک نقطه داریم، او تابع شریعت نیست. در پهلوی عقل شرع را نمیپذیرد. چون نپذیرفت اختلاف ایجاد شد و اختلاف سبب کل کشمکش هایی که ما شما میبینیم. حالا در بین ما و تو چرا اختلاف است؟ تو مسلمان هستی، من مسلمان هستم. خیلی ما و تو چرا اختلاف داریم؟ این نقطه است که قرآن کریم در آیه های متعددش برای ما و شما مسیر می دهد. من یک چند آیات را جمع کردم. آیات فراوان است، نصوص فراوان است. و علت سقوط ما هم امی است. ما که نمیتونیم قوی باشیم، ما که نمیتونیم بسازیم، ما که نمیتونیم در امن و در رفاه باشیم، عامل اصلی چی است؟ عامل اصلی اختلاف ما تو است. در حالی که قرآن کریم برای ما تو میگه که واعطوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و اعتصمو، خوب چنگ بزنید، محکم بگیرید بر اسمان خداوند متعال که قرآن کریم است. حبل الله را قرآن را حبل الله گفت، این دستاویزی که از الله در اختیار شما قرار گرفته است و وسیله ارتباطتان با ربتان است. به ای را اساس قرار بدین. ارگاه اختلاف در بین شما ایجاد شد، مرجع کجاست؟ مرجع کتاب الله است. ارگاه اختلاف پیدا شد، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، ارگاه اختلاف پیدا کردی، مرجع حلت کتاب و سنت است، یعنی وحی است. در اوجا حدود تو را تشخیص می دهد و اختلاف تو را از بین می برد. مسلمان ها که اختلاف میکنن، این اختلافی از اینها ناشی از چیست؟ با وصفی که اعتقاد و باور به شرع دارد، به وحی دارد، عقلم دارد. عامل اختلاف در ما بین ما و شما ضعف فهم ما از کتاب و سنت است. کتاب و سنت را کم میدانیم. ملت مسلمان که کتاب و سنت را یاد نداشت، قرآن و سنت را به عنوان مرجع برای حل قضایای خود تعیین کرده نمیتواند. بعد اگر شما سوال بکنین که حال اختلاف را خو علما میکند، اوناست که ما را این طرف و طرف میبرد. اگر این نقطه را بگیریم که اختلاف منشأش
علما می شود، بعد بس عمیق و عمیقتر می شود. اختلاف یک پدیده طبیعی است. هرگاه ما توی اختلاف نکنیم رشد نمی کنیم. دقیق شدین؟ اختلاف باید بکنیم که ببالیم، کلان شویم، تمدن را بسازیم، علم را انکشاف بدیم. اگر اختلاف نکنیم و بگم نه تو صحیح شد، خب این کتاب ها تألیف نمی شود. خب حالا ببینیم که اگر این موضوع را که ما قبول کردیم که بله عامل اختلاف در بین ما علمای ماستند، علمای ماستند که با ما ده رقم گپ می زند، یکی را به اصلاح به دیگه انداخته است، فکر میکنم اما تو شاید بگوین نه؟ خود بیرون میکشین. ما گفته میتونیم که ای تو نیست، علما اختلاف را تقسیم کردن به اختلاف تنوع و به اختلاف تضاد. اختلاف تنوع چیزیست که خدا و پیغمبر او را میپسنده، عقل هم او را تأیید میکند. اختلاف تضاد است که شریعت او را رد می کند. مشکلی که ما با او روبرو هستیم است که یک تعداد عالم نیست و در مسند علم می شیند. اختلاف تنوع را به عنوان اختلاف تضاد مطرح می کند. هرگاه تنوع به اختلاف تضاد تعبیر شود، سبب تنافس و کشمکش طبیعتاً در جامعه می شود. هرگاه ما ببینیم که در مسند علم علما بشیند، اختلاف را وسیله بالندگی جامعه و رشد جامعه تلقی می کند. ما شما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک مذهب بزرگ فقهی را به جامعه انسانی به معرفی گذاشته است و این مذهب نسبت به هر مذهب دیگری از خود ویژگی دارد، خصوصیت دارد. میگم که الخاص ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره. مذهب امام ابو حنیفه هم خصوصیات خود دارد که این خصوصیات در دیگه مذاهب شما جستجو نمیتونین بکنین. یکی از خصوصیت‌هایش اولین مذهب است. دیگه مذاهب بعد از امام ابو حنیفه ایجاد شده است. اولین مذهب فقهی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. خصوصیت دومش اجتهاد جماعی است. یعنی این مذهب تنها که میگه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این تنها از امام ابو حنیفه نیست. مذهب امام ابو حنیفه در حدود 37 نفر مجتهدین و علما ای را در حقیقت معرفی میکند، اگرچه نسبتش به کی می شود؟ به امام ابو حنیفه می شود. پس اجتهاد فردی نیست، اجتهاد جماعی است در اینجا. چی فکر می کنن که یک نفر بیندیشد؟ این بسیار دقیق می یا یک مجموعه از علما بیندیشد؟ پس فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه جماعی است. اجتهاد جماعی است. از خاطر است که شما این کتابی که ما شما میخوانیم قدوری او را که ورق بزن باز میگه که قال ابو حنیفه، قال ابو یوسف، قال محمد، قال زوفر، قال حسن، اقوال از اوام. چه بسا اوقات است که قول یاران را ترجیح میتیم
و قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در حالی که مذاهب دیگری به امام است، از امام شافعی، امام مالک، امام احمد الی آخری. ویژگی سوم مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، او حکومت است. فقه ابو حنیفه فقه حکومت است. در حدود بیش از 1000 سال بر نیم کره زمین حکومت کرده است و بسیار فرق میکند که فتوا یک رقم باشد ولی قانون دیگر رقم باشد. ایسی بالندگیش را که بگیریم، برمیگردیم به ای که عظمت فقه امام ابو حنیفه در امین نکته است که در ایجا تعدد آراء است. شاگردای خود را امام ابو حنیفه منجمد و با جمود تربیت نکرد، بلکه شاگردایش را بالندگی داد. نه تنها که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای شاگردایش علم را داد، بلکه تربیت برش داد. نه تنها تربیت داد، بلکه مشکل نانش، لباسش، خانهش هم حل میکرد. هم خودش نان میداد، هم علم میداد، هم تربیت میداد. شما باور بی بکنین که هر کدامتان در امیجا خود زیادتر مذهبی بدانین و امام ابو حنیفه را دوست داشته باشین، اقه که امام ابو یوسف، امام محمد و زفر و حسن دوستش داشت، ما شما نداریم. زیرا او مستقیم شد، استاد و شاگرد بودن. با وصف دوستی که ائمه با ابو حنیفه دارد، ولی در قضایای علمی امرایش اختلاف دارد. آنقدر بالنده اینا را تربیت کرد که در یکی از روزها امام ابو یوسف رحمت الله علیه با امام مالک در زکات خضروات سبزیجات بحث میکند. دلایل پس گفته میشه گفته میشود. بعد امام ابو یوسف میگه به امام مالک، میگه رجعت الی قولک. مالک، گپ خود درست است، من نظرت را تایید میکنم و از گپ خود عقب میروم. والله لو کان صاحبی حیا لرجع کما رجعت. سوگند به الله، اگر استادم زنده می بود، امام ابو حنیفه را میگه و دلائل تو را مشنوید، به مانند ما به گپ تو برمیگشت، به گپ تو برمیگشت. حالا این تعدد آرا، این تعدد نظریات در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما را سقوط داد یا ما را بالنده کرد؟ اختلاف آرا ما را از بین نمیبرد عزیزایم، مادامی که اختلاف به معنای تنوع تعبیر شود. چه وقت ما را اختلاف از بین میبرد؟ انگامی که اختلاف به معنای تضاد تعبیر شود. وضع شی رفع الاخر. این ما را خراب میکند. چه وقت ما را خراب میکند؟ انگامی که تعبیرات علمی در دست ناخوانا و بیسوادا بیفتد. شما باور بکنین، هر کدام تال خوزیات من الحمدلله مردم خانه می سازد. یک خانه که می سازین، 100 ورق 200 ورق یک نقشه برات داده می شود. یک قطار و پیچ دارد. ایره که تو بگم یه چی جنجال جور کده. اگر نفهمی، انجینر نباشی، امو ورقا پیش تو هیچ ارزش ندارد. و ای را در حقیقت یک شی اضافی میدانی. میگه خود محمد رو جور میکنم، تارکش میکنم، بلندش میکنم. ولی اهمیت از این نقشه ها را کی میداند؟ انجینر میداند.
چگونگی تعبیر اختلاف را دانشمند میفهمد، زیرکیش او میفهمد، عظمت اختلاف را او میداند. هرگاه به انسانهای جاهل به نام انجینر شما نقشه را بتین، او را اصول مندازد این شکل. هرگاه در جای علما عالم نما بشیند، اختلاف تنوع را به تضاد تعبیر می کند. به تضاد که تعبیرش کرد، در مابین عوام و چی را ایجاد می کند؟ کشمکش را ایجاد می کند، کینه را ایجاد می کند، قلدری و ملکی را ایجاد می کند. هرگاه این اختلاف در اختیار علما شد و اونا تعبیر بکند، سبب وحدت، تعاطف و مهربانی و سلام در بین امت می شود. هیچ وقت شما نخواهید دیدین که آنانی که علما هستند از اونها اختلاف تضاد را بشنوین، از اونها الفاظ رکیک را در مقابل علما بشنوین، از اونها شما بشنوین که در سر دروازه جنت و دوزخ ششته باشد، کی را جنت رای بکنه و کی را دوزخ رای بکند. علما این کار را نمی کند، هیچ وقت نمی کند، زیرا نمی فهمن چی گفت است. همیشه شما با شخصیت های علمی بشینین، الفاظشان رحمت الله علیه، رضی الله عنه، الله ببخش اینا را، چقدر با عظمت نام های علما را میگیرد. هرگاه نقد میکند یک نظر را، و نقد را مقبول میکند، با احترام میکند. اموز که هر قدر که اختلاف را تعبیر میکنه خوشت میآید. هرگاه با عالم نما بشینی، بعد کدورت میته، تعصب میته، اختلاف تضاد را مطرح میکند، مسلمان ها را از هم دیگر دور میکند. این جنات بسیار کلان، بسیار خردش میکند، این رحمت واسعه الله متعال را خرد میکند. از این خاطر است که ما شما مکلفیت داریم که دین که وسیله وحدت ما تو هست، وسیله تفرق نسازیم. دین که وسیله است که ما با هم باشیم، وسیله از هم جدا شدنش قرار ندیم. قرآن کریم همین پهلو را به ما میدهد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تفرق نکنید. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، مانند آنانی نباشید که از هم جدا شدن و اختلاف کردند. من بعد ما جاءتهم البينات، بعد از اینکه دلایل روشن برش آمد، دلایل روشن برش آمد. یکی از علمای بزرگی بود، همراهش درس می‌خواندم، خداوند متعال مغفور و مرحومش بکنه، مولوی سید عبدالرحیم خنجانی الله یرحمه. او مبارک، ما گفتم که استاد چرا اینقدر احادیث پیامبر علیه السلام میآید و یک تعداد علمای ما کوشش میکنیم که به شکل از اشکال حکم نسخ شبتیم، چرا این را به تنوع حمل نمی کنیم؟ بسیار برام خنده کرد و گفت که بلی، اما تو باید بکنی، دقیق شدین؟ اما تو باید بکنی. ارگاه ما احادیث رسول ما علیه السلام را بخوانیم و در یک امر چندین مجال را برای ما میدهد، پس چرا او را وسیله تفرق میسازیم؟ رسول علیه السلام برای اصحاب کرام فرمود که باید نماز را بخوانیم در قریه اهل کتاب، نماز دیگر را اونجا باید بخوانیم. مسلمان ها حرکت کردن، یک تعداد نماز دیگر را در راه خواندن، یک تعدادی در پیش همه قریه رساندن، ولو که ناوقت شده بود. پیغمبر علیه السلام هیچ کدامش بد نگفت.
چی ضرورت است که ما اجتهاد بکنیم به نسخ یک نظر؟ نماز است. میخوانیم. پیغمبر علیه السلام دست خدا کشال گرفته. سر ناف گرفته. سر سینه گرفته. دست خود را بلند که بیجا رسانده. یه برادر گلو میره خود خدا خواسته به تو وسعت بدهد. الله خواسته وسعت بدهد. ولی چی تلاش کرده رویستی که یکی را نقد میکنی دیگر را نقد میکنی تا بالا را شروع کردی؟ خود تحلیل کدی یک موضوع را گرفتی. خدا خیرت به تمتو بکن. ولی دیگر را خود بد نگو. این حق تو نیست. اگر تو بد میگی در حقیقت به رسول الله بد میگی. اگر تو کینه میگیری در حقیقت با حدیث کینه میگیری. و این حق برای تو نیست. دلائل خدا بگو. ولی توهین نکو، تحقیر نکو، این حقت نیست. زیرا دانشمند است اینه که نیست خوب بشین در جای دیگه. کدام دانشمند ندیدی که در این باب توهین کرده باشد؟ تحقیر کرده باشد، بد گفته باشد، نه، خیلی تو چی کار هستی؟ من بعد ما جاءتهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. آنانی که بعد از دلائل همیشه نشستشان به خاطر اختلاف باشد، به خاطر دور شدن مسلمان از مسلمان باشد، بفهمد که عذاب دردناک در کمینش است. چیزی با می فرماید و ان هذا صراطی، اینی رای ماست، فاتبعوه، امیر پیروی کنین، ولا تتبعوا السبل، راهای پراکنده و تیتو پیت را پروی نکنین، فتفرق بكم عن سبيله، شما را از راه اصلی کنار می زند. دی دقیق شوین دی رمز دی آیت. و ان هذا صراطی، این می رای ماست، فاتبعوه، تمسک به می را بکنید، ولا تتبعوا السبل، راهای پراکنده و کج و وج را قبول نکنید، پشت از او نروید، فتفرق بكم عن سبیل، از مقصد اصلی و از مسیر اصلی شما را کنار می زند. عزیزای، مسیر اصلی ما تو چی است؟ کار اصلی ما تو چی است؟ کار اصلی ما توی است که این دو دیگه صف بشینیم. دقیق شدی؟ شانه با شانه بشینیم. یک دیگر را دوست داشته باشیم. یک دیگر را احترام بکنیم. بعد دنیا را آباد بکنیم و دین خدا را در گوشه گوشه نظام، در گوشه گوشه جهان او را حمل بکنیم و تطبیقش بکنیم. دقیق شدین؟ این کار ما توست. ما را باید ببریم به او طرف. کار ما این نیست که در سر دروازه بشینیم جنتی کی است، دوزخی کی است. کار خدا را نکنین. فتفرق بكم عن سبيل، شما را از مسیر اصلی و از راه اصلی کنار میزند. زیرا در خود مصروف میشی، در اختلافات خود دست میزنی، این کارت باز میشود. منیبین الیه، ای مردم به سوی او بازگردید، به سوی خدا بازگردید. منیبین الیه چی معنا میدهد؟ انابت به معنای بازگشت قلبی است و درونی است. چه وقت انسان منیب میشود؟ وقتی که انسان نعمتهای پروردگارش را بالای خود بخواند. یک کمه که بیندیشین، عقل را الله برد داد، چشم و گوش خوب برد داد، میوه های گسترده را برد داد، و ما بکن من نعمه فمن الله، همش از طرف الله هست. الله این نعمت ها را برد. یک انسان که امرایت خوبی بکنه، یک، دو، سه، چار، پنج، والله از پنج دفعه زیاد خوبی کرده نمیتونه. چه قور دوست داری؟ اگر بمیره در جنازش میری، مریض شوه پرسانش میکنی، همیشه نامش یاد میکنی، بسیار خوب آدم است. چرا خوب آدم است؟ با تو خوبی کرده است. خوبی الله را فراموش میکنی، احسانات الله را فراموش میکنی،
ارگا احسانهای خوبیهای خدا را با خود یاد کردی، فوراً با او اناب منیب میشی، با او بر میگردی، خوشت میآید که ذکرش بکنی، خوشت میآید که تسبیح و تقدیسش بگویی، خوشت میآید که با او انس داشته باشی، لحظات با الله بوده باشی، طبیعتاً خوشت میآید. میگه منیبین الی، چون کل خوبیها را الله امرای تو کرده است، پس با او برگرد. و اتقو، از او بترسید که حکمش نادیده بگیرین، از مخالفت حکمش بترسین، پرهیز بکنید. و اقیم الصلات، چه رقم میتونی که با خدا بارگردی و از الله بترسی؟ میگه بهترین وسیلت نماز است. و اقیم الصلات، نماز برپا دار. و اقیم الصلات، نماز را بخوان. خب خدا میگه نماز را بخوان. بهترین نماز کدام نماز است؟ نماز جماعت است، نه؟ در مورد جماعت پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما چی میفرماید؟ صلوا خلف کل بر و فاجر. نماز بخوانید. تو حق نداری که امام تفحص کنی. دقیق شدین؟ این حق بر تو نیست. میگه پشت امام نماز بخوان. این پرسان نکو که کی کی است. نماز تا بخوان. به امام خوب ارادت داشته باش. نیت تا خوب کو. این ضربین در جان کسی نگی. اگر ضربین در جان کسی گرفتی، هیچ کس را پیدا نخواد کردی که پشتش نماز بخوانی. عقیده اهل سنت و جماعت امی است. خب ارگا پیش عالم بری چی برد میگه؟ نماز بخوان پشت امامت وطن دار، خیلی خوب آدم است، برو نماز بخوان. ارگا پیش یک آدم متعصب به نام عالم بری چی برد میگه؟ نیسه، پشت از اون نماز نخوان، پشت از اون نخوان. یک جنجال جور کردن بین مسلمان ها. این ظلم است، این ناروا است. ما چی جور کردیم از این دین؟ پیغمبر برد میگه نماز بخوان، ای آخون سب میخواه پشت فلان نماز نخوان، یعنی چی؟ آنقدر ما در این مورد کوبیده شدیم، جماعت ما که خلاص شود 4-5-10 نفر میباشیم، یک نفر خود پیش کده نمیتانیم. امو نمازی که تو تنها میخوانی، خواه امو نماز در مایی را با میخوانی یا برادر، نمیتونه که یک برادر را بگم پیش رو بطردار که امی نماز با جماعت بخوانیم، یک به 25 ثواب بگیریم، یک به 27 ثواب بگیریم، ما را ترساندنی؟ نخوان، صلو بخوان. یه عقیده اهل سنت و جماعت است. دین را وسیله اختلاف منب و اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین. سخت تهدید میکند. منیبین ایلی و اتقوه و اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین. از جمله مشرکان ما باشید. معنا چی میدهد؟ این اگر به اختلاف دامن میزنید در حقیقت مسلمان هم نیستی. ولا تکونو من المشرکین. با چی میگه؟ تفسیر میده، من الذين فرقوا دينهم، آنانی که دین واحد خدا را پارچه پارچه کردن. خدا یک اسلام را به موت رای کرده، اسلام را تقسیم تقسیم میکنن، پارچه پارچش میکنن، اسلام را وسیله اختلاف میسازن. اسلامی که از همه موت است. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بس پارچه پارچه شدن. كل حزب بما لديهم فرحون، هر کس هر گروه باز برای خودش خوش است، هر گروه برای خودش خوش است. از ادب برآمدیم. پروردگار شاهد است، ما یگان بار میبینم بعضی کسا را اگر علم او کسی که این میخزه او را نقد میکند و توهینش میکند، تاپه جانس میزند، به هزارم حصه علمی از او هم ندارد.
از اسلام وسیله تفرق جور کرده. الله به ما میفرماید شرع لكم من الدين ما وصى بها نوح والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا شرع لكم من الدين ما راهي را برای شما به عنوان زندگی برگزیدیم و چیزی که فعلا تو در اختیار داری این میفهمی چی است؟ این اسلامی که تو به او رو آوردی این مجموعه از ارزش هاییست که خدا او را سفارش کرده به حضرت نوح علیه السلام. نوح اولین پیغمبر مرسل است که شریعت دارد. والذی اوحینا الیک آنچه که به سوی تو وحی شده ای محمد میفهمی چی است؟ میگه او سفارشات است که ما سفارش کردیم به ابراهیم علیه السلام، به موسی علیه السلام، به عیسی علیه السلام. چی از اونا خواستیم؟ ان اقیم الدین، دین باید اقامه شود. دین یکی از 20 تا نیست. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، در دین اختلاف نکنید، پارچه پارچش نسازید. ولا تتفرقوا فیه، چرا؟ اختلاف که کدی پارچه پارچه میشی، پارچه پارچه که میشی تو باز نمیتونی نظام بسازی، تو نمیتونی کشورت بسازی، تو نمیتونی امت واحد را بسازی. و در بین خودتان مثل کرمهای گور واره میخورید، یکی دیگر را از بین میبرید، تراث و علم یکی دیگرتان را نفی میکنید، شخصیت یکی دیگرتان را مشکنانید، بی عزت میشین. چرا؟ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، ان اقیم الدین که بیا مشرک میگه از بین میره، تو قوی میشی، اختلاف که کدی مشرک هم جان خدا پیدا میکند. و بگه میگه من اینجا هستم. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. در اخیر قرآن چی میگه؟ جای دیگری بسیار جالب تعبیر میکند، ان الذين فرقوا دینهم، آنان که دین واحد خدا را پارچه پارچه کردند و دین را وسیله اختلاف جور کردند، و کانوا شیعا، باز گروه گروه شدن، هر کس برای خود گفت که مستم، لست منهم فی شی، ای پیغمبر در چیزی از اینها شریک نیستی، اینا را بگذار. اسلام را کسی که اختلاف بکند پارچش بکند، پیغمبر خدا چی میگه؟ لست منهم فی شی، با اینها تو نیستی، تو با اینها نیستی. پیغمبر که با ما تو نشد دیگه باز کیستیم؟ انما امرهم الی الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بعد از با چی میشود؟ میگه کار زشتی از اینها را با جواب شما میتونم، ينبئهم باز ما خبرش میکنم با آنچه که به دین عظیم خدا کردن. اصل دین خدا چی است؟ و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما خزینه ها خواستیم که با واسطه دین خدا را عبادت بکند و اخلاص داشته باشد، و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکات و ذلك دین القیمه، در روشنی از دین نماز را یک جا بخوانند، برای اصلاح جامعه و زدودن فقر با هم یک جا برنامه بریزند، اسلام را با یک برنامه کامل در دنیا نافذش بکند. این کاری است. عزیزان اختلاف چقدر بد است. حضرت موسی علیه السلام از مردم خواست که 70 نفر را بتین که خداوند متعال برای شما تورات را میدهد، قانون میدهد. بسیار خوش بود. 70 نفر هم رایش رفت. حضرت هارون علیه السلام را به عنوان نماینده خود گذاشته بود. سامری خیز یک گوساله را جور کرد، یک قهر کشید، گفت امی خداست. یک غضب مردم رفتن مشرک شدند. حضرت موسی علیه السلام که میبینه قوم گوساله پرست شده، بسیار زیاد خفه شد.
همتراسن دویدن بیادرش از امی گردنش گرفت از امی جاغایش کشش کرد و برش گفت که یا هارون ما منک اذ رأیتهم ضلوا چی شده بالای تو که مردم را گمراه دیدی و چپ ششتی هم تو دست بالاشا الا تتبعنی چرا پیروی مرا نکردی در اصلاح مردم افعصیت امری نافرمانی مرا کردی موسی هارون برادرکش برش میگه که ابن ام بچه مادر جانم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی مرا از ریشم نگی از شانم از جاغم نگی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی ما غازی ترسیدم که اگر ما شمشیر به کار ببرم و یک چند نفر کشته شود در بین بنی اسرائیل اختلاف پیدا می شود بعد از او با جمع کردن سخت می شود باز بر ما خواهد گفتی چرا حوصله نکردی تا که من می آمدم امی شرک معطل برش کردم ولی اختلاف بسیار سخت است بسیار سخت است ما را از بین می برد عزیزای برادرای عزیزم والله اگر شما اختلاف مذهبی را دامن زدین اسلام را از بین میبرین فهمیدین؟ ملایی که اختلاف دینی را دامن زد والله عالم نیست از یک ریشخند آدم است هر کس که حرکت های سیاسی را احزاب را وسیله اختلاف در بین ما ساخت و بفهمه که دشمن مردم افغانستان است هر کسی که قوم و زبان و سمتش وسیله اختلاف و برتری جست و بفهمه که دشمن مردم افغانستان است این را باور داشته باشین ما مسلمان هستیم و لا اله الا الله محمد رسول الله ما را جمع می کند منکر هستیم به احزاب و به قوم و به زبان و به سمت هر کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله چی است؟ برادرم است صحیح شد انما المؤمنون اخوتم جنجال پیدا شد به حسب توانم فاصلحوا بینهم کل ما کوشش بکنیم با هم جور بیایم بعد از او به کار اصلی خود میرسیم که کشور را آزاد بکنیم آبادش بکنیم و به دردهایش مرهم بگذاریم بعد از او باز میتونیم از این خاطر در نماز در جمعه یا در مسجد که ما شما میاییم برای ما شما امیر میدهد امیر میدهد این صفهایی که شما نشستین به قوم تقسیم شده به زبان تقسیم شده به حزب تقسیم شده به رنگ تقسیم شده همه ما شما مسلمان هستیم و هیچ کس هم جرأت کرده نمیتونیم که من از تو کده خوب هستم این جرأت کسی دارد من خود ندارم من نمیتونم بگم که من از تو کده خوب هستم بلکه میگم تو خوب هستی زیرا بسیار بنیت صالحت در این خنک در این برف تو در این جا آمدی من خود را به زور ناوردیم در حالی که من مشکل داشتم شاید خودخواهیم شاید مسئولیتم شاید این چیزای مرا در این جا آورده باشد اخلاص ما شاید از تو کده کم باشد بنان تو را از خود بالاتر می دانم تو را از خود عزیزتر می دانم بیاین به اسلام خود برگردیم دیگه منکر امی احزاب ریشخند شویم این احزاب باره مردار چیز در افغانستان دیگه چیز نیست نفهمیدیم کلیش ریشخند است ولی خوش ما کلتان باور پیدا کن دیگه خود دیگه بس است کلیش دروغ می گوید همش خودخواهی خود را دارد ما شما را از هم جدا می کند کدامش به خاطر خدا یا کار می کنند امی عیف اسلام نیست که دم پشت هر کدامش نوشته است پس کوشش بکنین که ففیرو الالله به سوی الله برگردیم کوشش بکنیم که خودگذری داشته باشیم ما گذشت بکنیم اگر یکی ما غلطی کرد اذا خاطبهم الجاهلون قال سلاما تو بر سلام بکن وعدی وطن جور میکنی غیر از او قسم به خداست اگر به اختلافات دامن زدین
دنیایتان همونطور ریشخند است، آخرتان از این کده بتر. در قبرتان والله گر رهبرا بیاید نفهمیدین، اونا خواهی قد دزدی کردن که بس شان است و در قبرتان نمیاد دیگه. شما بدبخت میشین، شما رسوا میشین. گپی آخری میست که کل ما شما بایی باید بفهمیم که جنگ رای حل نیست، صلح رای حل است و هر کسی که مخالفت با صلح هم میکنه باز هم افغان نیست. دقیق شده؟ باز هم افغان نیست. خداوند متعال در کشور ما امن و امان را بیارد، اخوت و برادری را الله نصیب ما بکند، شرح صدر را الله نصیب ما بکند، پروردگار فهم صحیح دین را نصیب ما بکند. خداوند متعال ای قلبهای پریشان ما را، ای قلبهای تیت ما را، ای قلبهای مریض ما را الله صالح بکند، الله خوبش بکند. پروردگار عظیم به لطف و کرمش اتحاد و اتفاق را نصیب ما بکند. رب العالمین مشکلات دنیا و آخرت ما را حل بکند. الله متعال به لطف کرمش فقر ما را به قوت تبدیل بکند، به غنا تبدیل بکند، اختلاف ما را به اتحاد تبدیل بکند، ضعف ما را به قوت تبدیل بکند، جنگ ما را به صلح تقدیم بکند،